خب در آغاز میخواییم بیرونتای گرامی یک مسئله را یاد آورد شما بسیار کوتاه مختصر و امیدوارستم خوب به دقت گوش کنید. من معمولا صحبتهایی که میداشته باشم متکر گفتم من با اعضای خانوادی خود فکر میکنم که یک جاستم صحبتهای ما هم بسیار صادقانه است و هیچ مقصد و مرامی نداریم و اگر داشته باشم بیرونتای گرامی بی ترس و بی لرز براتون میگم چون که مثلا ما در دهه 90 در یک سنگر قرار داشتیم در رادیو سیاه‌ورستان از اونم سنگر خود دوست تا 10 سال دفاع کردیم و پشیمانم نیستیم. اما نظر به شرایط اوضاع آدم تغییر میکنه میبینه بیشتر با واقعیت ها آشنا میشه. یک زمانی بود که ما و شما از دور میشنیدیم که اکس وای خوب است بعد از خراب است در وطن این کار میگذره. اما در 20 سال گذشته در اثر تماس‌های نزدیکی که با اکثریت هموطنانی که در داخل هستند که پیدا کردیم، مخصوصا من که بیشتر رفتم و با اینا صحبت‌های داشتم و با تمام رهبرها و اکثریتشان صحبت‌های داشتم و شناخت هم دارم، بالاخره به این نتیجه رسیدم که باید ما در طرز دید خود نسبت به افراد یک تجدید نظر کنیم، نه نسبت به حوادث، چون حوادث آنچنانی که اتفاق افتاده حداقل در حافظه خود ثبت کردیم. اما افراد اما مطلب سابق بود که شنیده کی بود مانند دیده، ما شنیده بودیم ولی ندیده بودیم. اما وقتی که دیدیم واقعا متوجه شدیم که در بعض موارد ما احتمالا در شناخت افراد اشتباه کردیم و دچار اشتباه شدیم. که در این رابطه شاید در برنامه آینده هم صحبت کنیم. اما یک مسئله یادتان باشه، در این روزا در فیسبوک ها و در رسانه های اجتماعی عکس را میبینیم با به نام عامیان این و آن و بلاخلال عامیان شیر پنشیر شروع شده از امرالهای سالی و من خدمت شما برسانم که امرالله سالی نه تنها شیر نیست که ایجگان هم شیر شده نمیتانه. شناختی بسیار دقیق داریم چی در افغانستان چی در تورنتو که آمد کسیت های صحبت سخنرانیش پیش ما در اینجا صحبت هایی که کرد، این آدم سراسر بدن از این عقده است، عقده کمبینی. مثلا در این تورنتوی ما آمد صحبت کرد که مرا تمام سران پنشیر به دیده بسیار ناچیز میبینن و کوشش میکنن که باعث پیشرفت میشون و نگذارن که من پیشرفت کنم. و یکی که در اولین تجلیل از هفته شهید در هتل انترکانتیننتال که بودیم در 2002 که آمد صحبت هایی که داشت با بسم الله خان اینا، خب شناخت من نسبت به بسیار مردمی که ندیدند و شناخت ندارند صرف از ورای مطبوعات با آشنا شدن یا از چند دوست شنیدن که امرالله صالح هست یا یک لحظه یا دقایق شیشتن دقیقا فرق میکنه. و در کشور ما در 40 سال گذشته تنها به یک نفر که مردانوار و بیریا در برابر دشمنان مردم افغانستان جنگی تا آخری قطره خون خود ای اسم استفاده شده. و آل اگر ما یک معاذب پیدا میکنیم شخص دیگر میاریم در این ردیف و او را تلاش میکنیم که برای مردم به عین نام معرفی کنیم، به این معنی است که کوشش میکنیم که از عظمت اون نام کم کنیم. و این بسیار یک طرح ماهرانه و خائنانه است از طرف خادیستا و تیم اتمری ها که از افغانستان شروع شده و در دیگر جهان هم این تلاش ها شروع شده. و ما به چگه جایی اگر توان مبارزه نداشته باشیم، البته مبارزه مدنی، چون ما در زندگی اهل دعوا و اهل جنگ نبودیم، هر وقت که صحبت میکنم مبارزه ما مبارزه مدنی است. حتی در جریان جهاد مقدس ما تفنگ با دست نداشتیم که کامرا و وسایل مطبوعاتی ما با ما بوده 3-4 سالی که ما در روزی جنوب هر بودیم. اما حداقل در تورنتو بسیار بسراحت میگم ما نمیشم یک صد خود شدیم در برابر تلاش های ضد ملی خادیستا و اتمری های خائن که اینا تلاش دارن که یک تفرقه ایجاد کنن.
بسیار مسائل بیندایگرامی که اگر بخواییم صحبت کنیم واقعا یکسر واقعیت های بسیار تلخ است. بسیار هموطنان ما شاید ناراضی شوند، بسیار وطنداران ما شاید آزرده شوند، اما یکسر واقعیت های بسیار تلخ در جامعه است. یکسر حرکت های مخصوصا در 20 سال گذشته جریان داره برای زدودن واقعیت های عینی جامعه ما، که چرا در 40 سال مثلا در تمام افتخارات افغانستان یک نام یاد میشه و چرا تلاش میکنن برای از اینکه این نامه تحت تاثیر دیگه نامها قرار ببینید. چی نامهای دیگه زیاد شد در 20 سال، اما بازم برجستگی نام اول یعنی قهرمان ملی افغانستان مشخص است، روشن است. و آل قرار دادن نام امرالله صالح در کنار نام احمدشاه مسعود، فکر میکنم زمین تا آسمان فرق داره. و این تلاش هم امیدوار هستم این حادثه و این اتمری های خواهند که غیر از دسیسه و خیانت و تفرق افغانی دیگه کار اینا بلد نیستن، حداقل در تورنتو دهم نتن. ولی زی که ما خواهیم تو عادت دارم که هر آنچی که ضد منافع ملی ما باشه، ضد زندگی با همی ما در تورنتو باشه، به صراحت اعلام میکنم وحشت و ترسم ندارم. چنانه که فعالیت های ضد ملی شنکک رو خیلی شما شاید بدین که تا کس کانادا فرار نکرد نگذاشتیمش، فعالیت هایشون تا اندازه خونسا شد، گرچه که زیرکانه با چند بخش منقسم شدن فعالیت های خود ادامه میتن. و آلی هم بسیار با جرأت میگم که مانی از دیت فعالیت ها میشیم، چون این فعالیت ها بندای اکرامی فصل کردن ها را بیشتر میساده. امی آفیلنه که بعد از رفتن شنکای کرو خیل که واقعا یک منافقه بود که تفرق افغان بود، آیسته آیسته پس وطنداران ما در تورنتو به هم نزدیک شدن، گرچه که چند منافق دیگه قوم پرست هم هست، اما فعلا حداقل دوباره دلها به هم نزدیک شده، کدورت ها کم شده، کینه ها کم شده. ما امیدوار هستیم که اینمی کم شدن ها در سر تا سر جهان، جایی که هموطنان ماست، از بین بره، همه گی دوباره ما شیم. تا به کجا میبره ما را که ما پشتون باشم، تو تاجک باشی، تو ازبک باشی، تو هزاره باشی، به این جای ما را نمیبره جز ای که ما را اینمه که روز تا روز خرد و خمیرتر میساده. تا جایی که میبینی که یک زن بیگانه که خب من به دین و مذهبش کار ندارم که ایس رولاغنی، تا جایی میگه که با عالی ترین مرجع قانونگذاری کشورتان میگه تو چی کار هستی که به این رای اعتماد ندادی؟ ما خودم یاره نگاه میکنم یا وزیر باقی میمانن، چرا این صلاح الدین ربانی نماند، اسپنتا نماند، چرا این دو نفر نماند؟ یه ناتوانی ماست، از منیتگویی های ماست، از تنها اندیشی های ماست که ما تنها میاندیشیم، به خود میاندیشیم، به قوم خود میاندیشیم، به قبیله خود میاندیشیم، به حزب خود میاندیشیم، به افراد خود میاندیشیم، به رهبر پرست هستیم. اما اگر ما تمام این عناوین که یاد داشتم از وجود خود دور بسازیم، و همونطور که دیشب در برنامه شب یلدا صحبت های بود که پس دوباره ما برگشت کنیم، خب دیگر را به آینده می اندیشه، ولی که روی آینده برای ما بسته است، روی گذشته برگشت به گذشته خب باز است، گذشته خب یاد ما هست، چی ضرره داشتیم در او گذشته شیرین خود پیش از کودتای شوم افت سور؟ هیچ مشکلی نبود بین هموطنان ما. خب مشکلات بود، مثلا جنجال های بود در او وقت زمان، هم نواقص در قانون اساسی بود، نواقص در سیستم دولتی بود، اما کم کم خود زایشا هم تلاش داشت که تغییرات را بیاره، مثلا بعد از دهه دموکراسی. اما ای که دشمنان سوگن خورده مردم ما، چی داخلی و چی بیرونی، چی منطقه و چی جهانی، اجازه ندادن که مردم افغانستان تجربه کنن زندگی دموکراسی را، تجربه کنن واقعیت ها را، مسئله جدا. به هر حال ما امیدوار هستیم که کسانی که در هر کجایی که هستن متوجه این طرح خائنانه تیم اتمری ها و حادثه باشه. و خب من فکر کنم که دمی دو طبقه بیشتر تلاش دارن که هموطنان ما زندگی آرام نداشته باشه. البته اگر لازم بود ما در برنامه بعدی بیشتر صحبت میکنیم، برای اینکه ما میخواییم که در اینمی جامعه که زندگی داریم آرام باشیم،
بدون درد سر باشیم. ما بسیار جنجال ها رو پیشاوریم، کسایی که 3 سال و 4 سال آمدن و با مثلا با اندیش های بسیار ناپاک آمدن، یا مثلا با پول های باد کرده آمدن، یا وظایف را دارن که اینجا انجام بدن، اینا باید درک کنه که 30 سال زندگی در اینجا ما بسیار مشکلات را پشت سر گذاشتنیم، ما بسیار جنجال هایی را پشت سر گذاشتنیم. اما در هموطنان ما در اروپا، در امریکا، وای تازه واردین یک تعداد، با همگی چون نمیگم اما یک تعداد از اینا فقط به خاطر انجام اینمت فعالیت های ضد ملی و تفرقه افغانی آمدن. اینا باید احساس کنن که اینی مردم کارهای بنیادی کردن و زود یاره کش میکنن، افشا میکنن و خجلشون میشه و از جامعه اونا را میرانن.